سلام وقتتون خیر امیدوارم حالتون خوب باشه نرم افزار اسکرچ یک زبان برنامه نویسی تصویریه که توسط دانشگاه MIT آمریکا برای آموزش مفاهیم برنامه نویسی کامپیوتر به بچه ها به کودکان و نوجوانان ساخته شده این نرم افزار اسکرچ در واقع از این بلوک های لگو بلوک های پلاستیکی لگو الگو گرفته شده که وقتی بچه ها تو این نرم افزار این بلوک های لگو رو کنار هم میچینن انگار دارن به کامپیوتر دستور میدن یعنی یک جور زبان برنامه نویسی انگار دارن با کامپیوتر به زبان کامپیوتر گفتگو میکنن و بعد از اینکه نرم افزار اسکرچ ارائه شد خیلی استقبال خوبی ازش شد مخصوصا از سال 2013 که ورژن دوم این نرم افزار ارائه میشه دیگه خیلی شرکت ها و کمپانی های معروف دنیا هم میان از اسکرش الگو گیرند و سایت ها و نرم های زیادی میسازند که شاید معروف ترینش بلاکلی گوگل باشه یعنی گوگل هم اومده از اسکرش الگو گرفته و یک نرم خوب یک سایت آنلاین خیلی خوب به اسم بلاکلی برای آموزش برنامه نویسی بچه ها ساخته که ما تو دوره های ایرانستی مفصل در مورد بلاکلی و نرم افزارهای دیگه شبیه اسکرچ صحبت خواهیم کرد این نرم افزارها و کلا این سبک از برنامه نویسی رو بهش میگن بلاک بیس چون مبتنی بر این بلوک ها هست بهشون گفته میشه نرم افزارها یا سایت های بلاک بیس که پایه و اساس تمام آموزش های ما توی سایت ایران استیم این نرم افزارها و سایت های بلاک بیس خواهد خب تو این جلسه میخوایم نگاهی بکنیم به نرم و سایت های آنلاین بلاک پیس ببینید من توی گوگل سرچ کردم بلاک کودینگ فور کیتز ببینید چقدر نرم افزار و سایت برای من اینجا معرفی میکنه که توی دو دسته بندی قرار میگیرن یا پای و اساسشون اسکرچه یا پای و اساسشون بر بلاکلی خود گوگل هست حالا ما اینا رو میخوایم یک مروری با هم بکنیم بعضیشون رو که من پیدا کردم حالا ممکنه خیلی بیشتر از این نرم وجود داشته باشه مهمترین نرم افزار بلاک بیس دنیا همین نرم افزار اسکرچ هست این نرم افزار اسکرچ که توسط دانشگاه مایتی آمریکا ساخته شده از سال 2013 به بعد خیلی شهرت میگیره به خاطر ورژن دومش که دیگه خیلی نواقصش رفت شده بود و نرم افزار بسیار عالی شده بوده این نرم افزار دقیقا این بلوک های لگو ببینید اینجا میتونیم این بلوک های لگو رو کنار هم قرار بدیم و با کنار هم قرار دادن این بلوک ها انگار داریم به کامپیوتر یا این شکلکی که نماینده کامپیوتره دستور میدیم که یه کارایی رو انجام بده حالا ترتیب اینا مهمه رنگ هاشون با هم فرق میکنه دستبندی این بلوک ها با هم فرق میکنه که ما همه اینها رو به موقعش آموزش خواهیم داد این نرم افزار اسکرچ افسونه های جالبی هم داره یعنی ما میتونیم بریم تو این بخش افسونه افسونه موسیقی رو هم اضافه کنیم یعنی دقیقا با این بلوک ها ما میتونیم با کمک نرم افزار اسکرچ موسیقی یاد بگیریم یا مثلا بیایم یک افسونه دیگه افسونه قلم با این افسونه ما میتونیم حتی نقاشی دیجیتال و کد نویسی برای نقاشی کردن رو یاد بگیریم به خاطر همین نرم افزار اسکرچ نرم افزار پایه ما توی سایت ایران خواهد بود یعنی ما دوره‌های مختلفی که میخوایم برگزار کنیم از این نرم افزار کمک میگیریم از نرم افزار اسکرچ به طور مثال میشه حتی با اسکرچ ریاضی یاد داد چون کلی از دستورات و عملگرهای ریاضی تو این بخش برامون قرار داده شده این نرم افزار اسکرچ نسخه آنلاین هم داره ببینید اینجا میتونیم از نسخه آنلاین اسکرچ هم استفاده کنیم خوبش اینه که میتونیم به پروژه هامون توی کل دنیا دسترسی داشته باشیم پس این شد نرم افزار اصلی بلاک بیس یا اسکرچ حالا نرم افزار اسکرچ چون کودهاش توی اینترنت منتشر شده و خودشون به رایگان در اختیار همه شرکت های نرم افزاری قرار دادن یه سری شرکت ها اومدن از این برنامه نویسی اسکرچ استفاده کردن و خودشون تغییرش دادن مهمترینش و بهترینش به نظر من پیکتو بلاکس هست یک نرم افزاری که هندی ها درست کردن به اسم پیکتو بلاکس که میشه تو اینترنت پیدا کرد و دانلودش کرد خوبی پیکتو بلاکس اینه که اومده بورد‌های الکترونیکی و قابل برنامه نویسی مثل آردوینو رو با اسکرچ ترکیب کرده ببینید من اینجا مثلا بورد آردوینو اونو انتخاب میکنم اینجا باید وصلش کنم به کامپیوتر و این دکمه رو بزنم و اینجا میتونم از این بلوک ها کمک بگیرم برای اینکه اون برد الکترونیکی رو برنامه نویسی کنم تمام بلوک های اسکراش هم اینجا هستن میبینید یعنی ترکیب این بلوک های اسکرش با کلی قابلیت برای میکروکنترلرها ها یا برد های آردوینو که ما چند تا دوره از سایت ایران استیم رو به این نرم افزار پیکتو بلاکس اختصاص دادیم که در مورد میکرو های آردوینو خواهد بود اون دورا و این پیکتو بلاکس یک کار جالب دیگه ای هم که کرده افزونه های اسکرش رو هم خیلی توسعه داده ببینید خیلی افزونه های جالبی در مورد هوش مصنوعی در مورد اینترنت اشیا یا روباتیک و موارد دیگه ای رو توی این بخش افزونه ها قرار داده که خیلی بیشتر از اسکرش هست و بعضیشون حتی میتونن خودشون یه دوره کامل باشن پس این هم از ویژگی های خوب نرم افزار پیکتو بلاکس و نرم افزار بعدی نرم افزار ام بلاک هست این نرم افزار رو چینی ها درست کردن و دقیقا اومدن از کدهای های نرم افزاری استفاده کردن و کلی چیزهای دیگه بهش اضافه کردن مثلا میتونیم اینجا ببینید تو این قسمت افسود افسودن یا پلاگین که کلیک میکنیم میتونیم کلی قابلیت های مختلف رو ببینیم که به این نرم افزار امبلاک اضافه میشه و کار جالب دیگه ای که امبلاک کرده اینه که اومده زبان برنامه نویسی پایتون رو با زبان برنامه نویسی بلاک بیس ترکیب کرده یعنی شما میتونید هم با بلوک های اسکرش برنامه نویسی کنید اینجا و هم به زبان پایتون یعنی اینجا شروع کنید به تایپ کد های پایتون و این خیلی نکته جالبی هست توی این نرم افزار بلاک. خیلی جالب این نرم افزار چون کلی قابلیت های جالب هم اینجا برامون به صورت بلوک قرار داده که ما حالا توی سایت ایران استیم متناسب اون جایی که نیاز داریم سراغ این نرم افزار هم میایم نرم افزار بعدی مال شرکت مایکروسافت هست که مال میکرو یا مینی کامپیوتر های میکرو بیت ست. این مینی کامپیوتر ها که به اسم میکرو بیت هستن برای آموزش مفاهیم کامپیوترها به بچه ها ساخته شدن یک کیت های الکترونیکی هستن که توی ایران هم هست موجود هست برای خریدن اون مینی کامپیوتر رو که می خرید می با این نرم افزار که دقیقاً بلاک بیس هست برنامه نویسیش کنید وقتی که این برنامه که خواستید رو برای این مینی کامپیوتر نوشتید اینجا اگر به کامپیوتر وصل باشه دانلود رو میزنید و انگار دارید یک مینی کامپیوتر رو با این نرم افزار برنامه نویسی میکنید یک مینی کامپیوتری مثلا شبیه رزبری پای ولی این میکروبیت برای بچه ها ساخته شده و قسمت جالب این نرم افزار هم اینه که دو تا زبان برنامه نویسی مشهور رو هم تو خودش داره یکی پایتون و یکی جاوا اسکریپت میبینید یکی پایتون و یکی جاوا اسکریپت رو هم میشه توی این نرم افزار برنامه نویسی کرد و روی میکروبیت به عنوان یک مینی کامپیوتر آپلودش کرد حالا شبیه این چهار تا نرم افزار معروف که اسکرچ بود و پیکتو بلاکس و ام بلاک و نرم افزار مایکروسافت مربوط به میکرو بیت خیلی نرم افزارهای دیگه وجود داره که همشون اومدن از اساس و پایه اسکرچ استفاده کردن مثلا من یه نمونهش رو اینجا میارم که اسمش ماین پلاس هست این نرم افزار رو هم چینی ها ساختن دقیقاً شبیه اسکرچ با یه سری دیگه یه قابلیت های دیگه توی این نرم افزار هست حالا ممکنه چندین نرم افزار مختلف دیگه ای هم باشه که من اصلا تو اینترنت پیداشون نکردم ولی اساس و پایه همشون نرم افزار اسکرچ هست خب با معروف ترین نرم افزارهای نسبی بلاک بیس که برای کامپیوتر ساخته شدن آشنا شدیم اسکرچ پیکتو ام بلاک و چند تا نرم افزار دیگه نکته جالب اینه که بعضی از این نرم افزارها نسخه اندروید هم دارن یعنی شما میتونید این نرم افزارها رو, رو روی موبایل ها و تبلت ها هم نصب کنید هر چند کار کردن یه مقدار باشون سخت روی موبایل و تبلت بخاطر این من توصیه میکنم اگر کامپیوتر دارید یعنی حتی اون کامپیوتر قدیمی هم هست و تجهیزات خیلی قوی نداره باز هم نسخه نسبی اسکرش رو میتونید راحت روش نصب کنید چون ما برای کار کردن با این نرم ها خیلی احتیاج به موس و کیبورد داریم اما اگر کامپیوتر ندارید اشکال نداره میتونید از این نسخه های اندروید این نرم افزارها هم استفاده کنید حالا کنار این نسخه های اندروید خیلی از شرکت ها اومدن سایت آنلاین ساختن برای نرم افزار بلاک پیسشون که معروف ترینشون این بلاکلی گوگل هست بلاکلی گوگل اومده از اسکرش الگو گرفته و یک نرم افزار بلوکی شبیه اسکرش درست کرده میبینید یک کمی فرم اتصال بلوکاش با هم فرق میکنه با اسکرش فرق میکنه میبینید یه مقدار انگار شکل پازل اینجا برخلاف اسکرش که شبیه لگو ها بود که لگو ها کنار هم قرار می گرفتن اینجا توی بلاکلی انگار یک کمی شکل پازل شده ولی همه اون قوانین هم اینجا هست و به خاطر همین اگر ما اسکرچ رو خوب یاد بگیریم و درکش کنیم انگار بلاکلی رو هم یاد گرفتیم چون تقریبا همون مفاهیم و همون پایه و اساس اسکرچ اینجا هم رایت میشه بلکلی یه کار جالب دیگه ای هم کرده هر دستوری رو که اینجا می نویسید خب به زبانهای مختلف برنامه نویسی براتون ترجمه میکنه اینه گوگل ترنسلیت که مثلا ما یک کلمه رو می و مثلا میگیم سلام رو به یک, به یک زبان دیگه ترجمه کنه اینجا هم بلاکلی هر دستور یا هر برنامه نویسی و کدی که برای کامپیوتر بنویسید رو به زبانهای برنامه نویسی مختلف براتون ترجمه میکنه این یه قابلیت خوب بلاکلی است و هزاران پروژه و سایت هم با بلاکلی ساخته شده که همشون یا اینجا نوشته شده برای اکثریتشون برای آموزش هستن دو تا از معروف ترین سایت هایی که با بلاکلی ساخته شدن اپ اینورتر و کود دات هستن من کود دات رو باز میکنم ببینید این خود این نرم افزار code.org هست که به صورت سایت آنلاینه 60 میلیون دانش آموز داره توش فعالیت میکنه با دو میلیون معلم و 170 میلیون پروژه تا حالا با code.org ساخته شده که مبتنی بر بلاکلی گوگل یعنی دقیقا همین قوانین توی سایت code.org هم هست و نکته جالب code.org اینه که میشه فارسیش کرد یعنی دقیقا میشه زبانش رو فارسی کرد اینجوری زبان این سایت کلا عوض میشه و میشه فارسی و یک نکته جالب دیگه داره اینه که اومده دوره های مختلف و آموزش های مختلف رو طبق بندی سنی کرده یعنی گفته این برای سن چهار سال به بالا این برای دوره های مثلا 6 سال 8 سال به بالا بعد سنین 10 سال به بالا میبینید پس این اسکرش رو اگر ما مبنا رو بذاریم برای اینکه برای سنین ده سال به بالا مناسب هست میبینید برای سنین زیر ده سال میتونیم بیایم سراغ سایت کدات آرژی و از این مثال ها و تمریناش ارگو بگیریم حالا من یک دوره مفصل توی سایت ایران در مورد این سایت کدات آرژی حتما برگزار میکنم که در مورد آموزش مفاهیم برنامه نویسی به کودکان زیر ده سال هست این نکته فارسی که گفتم اسکرچ هم زبان فارسی داره یعنی اینجا ما میتونیم زبان اسکرچ رو به فارسی تغییر بدیم اینجوری میبینید همه بلوک ها به صورت فارسی در میان این سایت کد.org که این هم سایت بسیار خوبی هست برای آموزش مفاهیم برنامه نویسی مبتنی بر بلاکلی گوگل دومین سایتی که خیلی معروف شده از بلاکلی اپ اینونتور این هست این سایت رو من باز کردم ببینید خیلی سایت فوق العاده خوبیه به خاطر اینکه بچه ها میتونن با این بلوک های بلاکلی اپلیکیشن های اندرویدی بسازن و روی گوشی خودشون و روی گوشی, های مختلف موبایل های مختلف تبلت های مختلف نصبش کنن و این خیلی قابلیت خوبی هست تو این سایت اپ خیلی سایت خوبی هست برای ساخت اپلیکیشن های موبایلی به صورت بلاک بیس که ما حتما سعی میکنیم یک دوره مفصل رو در مورد اپیمنتور داشته باشیم توی سایت ایران استیم و حالا سایت های دیگه ای هم هست اینجا لیست زیادی از این سایت ها هست من چند تاشون رو باز کردم واقعیتش اینه که اینا رو خیلی قبلش بررسی نکردم که ببینم چی کار میکنم ولی چند تاشون رو باز کردم ببینیم که چقدر سایت مبتنی بر آموزش کودکان با بلاکلی ساخته شده یه سایت دیگه هم با بلاکلی گوگل ساخته شده خیلی جالبه ببینید اینجا بچه ها میان با بلاک گوگل کد نویسی انجام میدن و بعد فایلش رو روی چرخیاتی های مخصوص چرخیاتی های دیجیتال آپلود میکنن و اون چرخیاتی میاد با اون برنامه نویسی گلدوزی های جالبی انجام میده من یه پروژه آمادهش رو باز کردم ببینید الان یک پروژه آماده است این بلاک پشته انگار نماینده اون سوزن چرخیاتیه ببینید این داره اون گلدوزی های مختلف رو اینجا درست میکنه و خیلی جالب هست برای خیاطی دیجیتال یعنی انگار ما داریم به صورت دیجیتال خیاطی انجام میدیم کد نویسی میکنیم توی کامپیوتر و بعد دستگاه های چرخیاتی دیجیتال اون کودها رو برامون گلدوزی میکنن این هم سایت خیلی جالبی هست که اسمش ترتلس تیچ هست ترتلس تیچ. شاید به معنی مثلا خیاطی لاکپشت خیاطی چنین چیزی شد خیلی سایت جالبی هم هست برای خیاطی دیجیتال بلاکلی گوگل یک کار جالب دیگه ای که کرده اینه که اجازه داده این کدها و این بلوک ها توی ربات ها و کیت های خیلی زیادی استفاده بشه کیت های کمک آموزشی ها مثلا ببینید این مینی کامپیوتر میکرو بیت میتونه با بلاکلی کد نویسی انجام شه یا مثلا کیت های الکترونیکی زیادی هست که بچه ها میتونن با بلاکلی گوگل برای این کیت های کمک آموزشی کد نویسی و یا برنامه نویسی انجام بدن ببینید اینجا دقیقا تو این عکس مشخص که با بلاکلی گوگل انگار اومدن برای این کیت الکترونیکی کد و در برنامه نویسی انجام دادن یا ربات های خیلی زیادی از ربات های اسباب بازی و قابل برنامه نویسی که برای بچه ها وجود داره و با بلاکلی گوگل برنامه نویسی میشن نکته بعدی که باید بگم اینه که خیلی از این سایت هایی که ما اینجا معرفی کردیم متاسفانه ایران رو توی تحریم های اینترنتی قرار دادن به خاطر همین شما باید حتما از این سایت شکن استفاده کنید و تنظیماتش رو انجام بدید تا بتونید تحریم های اینترنتی رو بی اثر کنید سایت بعدی که باید معرفی کنم سایت فوق خوبی هست به اسم کوسپیس ببینید این سایت که یه جورایی شکل اسکرچ هم هست خب اومده محیط اسکرچ رو سبودی کرده ببین ما توی اسکرچ که کد نویسی انجام میدیم انگار داریم توی محیط گرافیکی دو بعدی کد نویسی انجام میدیم ولی این سایت اومده محیط کد نویسی رو سبودی کرده مثلا من یک پروژه جالب رو باز کردم و این پروژه سا... این سایت هست به صورت سبودی بچه ها کود نویسی میتونن بکنن خیلی این جالبه اما نکته دیگه این سایت کوسپیس اینه که خیلی خوب با دوربین های واقعیت مجازی و مرچ کیوبی که جلسه قبل گفتم مش میشه بچه ها میتونن توی این سایت کود نمیسی رو انجام بدن اون پروژه ای که سه بودی ساختن رو با دوربین های واقعیت مجازی یا مرچ کیوب مرچ کیوبی که فکر کنم یه جا هم خودش اشاره کرده که این کامل میشه با مرج کیوب جوینش کرد این مرج کیوبی که جلسه قبل در موردش توضیح دادم بچه ها انگار اون پروژه کوسپیس رو روی این مرج کیوب آپلود میکنن و با موبایلشون با اون نرم افزار مخصوص بهش نگاه میکنن و اون رو به صورت یک شکل سبودی توی موبایلشون میبینن اما این سایت خوب کوسپیس نکته ای که داره اینه که مهلت استفادهش یک ماه رایگانه یعنی بعدش دیگه باید هزینه استفاده از این سایت پرداخت بشه حالا ما سعی میکنیم توی سایت ایران استیم آموزش هایی رو برای این سایت کو اسپیس آماده کنیم و از اون یک ماه مهلت رایگانش استفاده کنیم برای ایجاد پروژه های خیلی جالب به صورت سبودی اما بلاک بیس سایت بعدی سایت فوق العاده خوب تینکرکت هست که مال شرکت اودودس که بسیار سایت خوبی است من فکر می‌کنم سه چهار تا از دوره های ایران استیم کامل مبتنی بر تینکرکت خواهد بود این سایت خوب تینکرکت سه بخش داره یکیش تریدی دیزاینه یا طراحی سه بعدی که خیلی شکل‌های ساده رو بچه‌ها میتونن کنار هم قرار بدن برای اینکه مدل سازی سبودی انجام بدن و نکته جالب اینه که در آخر میتونن از این پروژهشون اکسپورت STL بگیرن یعنی خروجی STL بگیرن که این STL میشه برای پرینترهای سبودی یعنی دستگاه پرینتر سبودی نیاز به های STL دارن و جالب این که سایت تینکرکت به شکلهای سبودی که شما رسم میکنید اجازه میده که به صورت STL ذخیرهشون کنید پس این شد یک محیط خیلی خوبه نرم افزار که خیلی جالب میشه باهاش شکل مختلف سبودی رو رسم کرد قابلیت بعدی سایت تینکرگت اینه که میشه باهاش مدارهای الکترونیکی ساخت خیلی سایت خوبی هست برای آموزش مفاهیم الکترونیک که ما حتما توی سایت ایران استیم دوره آموزش الکترونیکمون مبتنی بر این بخش خیلی جالب تینکرکت هست ببینید مثلا الان این رو من باتری میارم حالا مثلا مقاومت هم میارم میتونیم این قشنگ اینا رو سیمکشی انجام بدیم ببینید اینا همه قابلیت این رو داره که سیمکشی انجام بشه حالا وقتی که این رو میزنیم ببینید این لامپ روشن میشه حالا میتونیم مقاومتش رو تغییر بدیم باتریش رو تغییر بدیم ولتاژ باتریش رو نوع الیدیش رو همه اینا رو میتونیم خیلی جالب استفاده کنیم برای اینکه مفاهیم الکترونیکی رو یاد بگیریم خیلی سایت خوبی است و ما حتما دوره آموزشی مبانی الکترونیکمون با تینکرکت خواهد بود و سومین محیط سایت تینکرکت بخش خیلی جالبی هست که بچه ها با کود نویسی بلوکی میتونن اشکال سبودی رو رسم کنن ببین الان یک پروژه آماده است من بازش کردم اینجا فقط کافیه اینجا این رو بزنم اینو شروع میکنه به خوندن و مرحله به مرحله این دستورات رو میخونه و اون شکل سبودی رو اینجا برامون میسازه حالا میتونیم سرعتش رو هم اینجوری بیشتر کنیم آخرش میبینی تبدیل میشه به یک سبد این سبد با این بلوک ها با این دستورات بلوکی که شکل بلاکلی و شکل اسکرش هستن ساخته شد خیلی این محیط جالبی هست برای ترسیم اشکال سبودی با کوت های دستوری انگار برنامه نویسی داریم میکنیم برای اینکه یک شکل سبودی رو بسازیم این محیط هم خیلی جالب است. دقیقا اکسپورت رو هم اینجا داریم یعنی میتونیم فایل STL خروجی بگیریم و ببریمش برای پیرنترهای سبودی استفاده کنیم شکل این محیط تینکرکت چند تا, چند تا سایت دیگه هم هست مثلا یکیش بلاکس کده که اینجا من یه پروژه دیگه مثلا باز کنم اینجا میتونیم مثلا این پروژه رو باز میکنیم حالا وقتی که این رندر رو میزنیم این شروع میکنه این کدها یا این بلوک ها رو اینجا برامون به صورت سبودی میسازه یعنی این مثلا الان این کدی که اینجا نوشته شده نتیجهش میشه این شکل سبودی این سایت هم خیلی جالب است شبیه تینکر کرد و آخرین سایتی هم که میخوام معرفی کنم سایت فوق العاده خوب ماشین لرنینگ فور کیتس هست یک سایت بسیار خوب برای آموزش مفاهیم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به بچه ها خیلی این سایت خوبی هست اگر دقت کنید پیکتو بلکس هم بخش های هوش مصنوعیش ببینید به این سایت داره وصل میشه ببینید این آیکون رو ببینید دقیقا همین آیکون هست پس پیکتو هم داره به این سایت خیلی خوب وصل میشه برای آموزش مفاهیم هوش مصنوعی و یادگیری ماشین که شاید آینده کامپیوتر خواهند بود شاید که نه حتما آینده کامپیوتر خواهند بود و ما سعی میکنیم حتما از این سایت خوب هم برای یادگیری و آموزش مفاهیم هوش مصنوعی کامپیوتر استفاده کنیم و این شد یک معرفی از همه نرم افزارها و سایت های بلاک بیسی که من توی مدت پیدا کردم مطمئنا خیلی بیشتر از این هست خیلیشون رو من پیدا نکردم و واقعیتش اینه که همه اینا رو من بلد نیستم یعنی باید زمان بذارم و یادشون بگیرم و بعدش مثلا محتواهای آموزشی براش درست کنم و توی سایت ایران استیم منتشر کنم پس توی سایت ایران استیم فعلا ما با این نرم افزارها و سایت هایی که معرفی کردم کار خواهیم کرد خیلی ممنون از توجهتون خدافز